چون خری در گل فتد از گام تیز، دم به دم جنبد برای عزم خیز. یه خری با سرعت داره میره، گام تیز اینجا نشانه قفلت انسانه. من نمیدونم دیدید این صحنه رو یا نه، حیوانی که گیر کرده یه جایی دست و پای بی هدف هم نمیزنه، هی یواش 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 خودشو جمع میکنه تو یه لحظه ای یه جهشی بکنه و بیاد بیرون. این دقتای مولاناست توی تصویرگری کردن. یه خری تون تون داشته میرفته و رفته در گل، دم به دم جنبد برای عزم خیز که یه خیزی بزنه بیاد بیرون. جای را هموار نکند بهر باش، که بگه خب عجب جایی گیر آوردیم همینجا بشینیم. خر هم میفهمه که در گل گیر کرده و دائم تلاش میکنه که خودش از گل بکشه بیرون. داند او که نیست آن جای معاش، یعنی آن گل، آن یعنی آن گل، اون جایگاه مهلکه که درش گیر افتاده جای زندگی کردن، میدونه که نیست. حس تو از حس خر کمتر بوده است، که دل تو زین وحلها بر نجست. در این گرداب ها، در این ورته ها گرو رفتی، دنبال این هستی که اون جای لجنزار متعفنی که بر خودت درست کردی رو با اسپری مثلا خوشبوش کنی، دیوار کثیفش رو چیزی بکشی روش، معلوم نباشه که تو این جایی که هستی چه جای بد و زشتیه. به جای اینکه به فکر نجات و فرار باشی مثل اون خره که همش میخواد بجهه، تو دنبال این هستی که همینجا بمون. آقا کجا میخوایم بریم؟ با سخت ولش کنیم، همه بخوایم اینجا فرار کنیم، اینا دشواری داره، بذار همینجا بمونیم. حس تو از حس خر کمتر بوده است، که دل تو زین وحلها بر نجست. در وحل تعویل رخصت میکنی، توی اون وحل، توی اون گلولای گیر کردی، بعد تعویل رخصت میکنی، توجیه و بهانه‌ای داری درست میکنی که همینجا بمونی. اگر میفهمیدی که در چه ورطه‌ای گیر افتادی، این بیماری خودتو تشخیص میدادی، بالاخره جونی میکندی که من از اینجا جون سالم به در ببرم. مولانا جای دیگه میگه مرد غرق گشته جانی میکند، دست رو در هر گیاهی میزند، تا کدامش دست گیرد در خطر. آدمی که بفهمه که داره غرق میشه، میدونه که آقا این یه شاخ شکسته خشکه که صد گرم هم تحمل نمیکنه، دست میندازه میگه شاید این منو نجات داد. تا کدامش دست گیرد در خطر، دست و پایی میزند از بیم سر. دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. اندر این ره می تراش و می خراش، تا دم آخر دمی فارغ مباش. انسان برای اینکه یک کار خطایی رو انجام بده، اول باید یه جوری بر خودش توجیه جور بکنه. میخواد تو این لجنزاره بمونه، تعبیل رخصت میکنه. تعبیل کردن یعنی تفسیر کردن. چون نمیخوای از اونجا بری، میشینی بر خودت هزار جور توجیه و بهانه درست میکنی که این رفتارهای ناسواب خودتو سواب جلوه بدی. کین روا باشد مرا، من مسترم. باز اینجا اشاره به یکی از آیات قرآن داره که برای انسان مستر خوردن گوشت مردار و اینا آره حلاله. اون استرار رو داره میگه کین روا باشد مرا، این مرا یعنی برای من دیگه، من مسترم. حق نگیرد عاجزی را از کرم، خداوندم که کریم دیگه، منم که مسترم، خداوندم پس به من کاری نداره. همه چی دیگه درست شد، من توی لجن گیر کردم، اونجا رو درست میکنم برای نشستن و اقامت کردن و بر خودم هم تفسیر میکنم، توجیه میکنم که مشکلی هم از جانب من نبوده، خدا هم خودش میدونه، کریم هم که هست، پس هیچی به هیچی دیگه. خود گرفتستت تو چون کفتار کور، این گرفتن را نبینی از غرور. گرفتتت یعنی مجازاتت کرده، گرفتن به معنی مجازاتم است. تو وسط عذابی میگی کو عذاب کو، ما که عذاب نشدیم که. تو فکر میکنی عذاب فقط اینه که آتیش بباره رو سرت. چهار تا نمونه عذابهایی رو که شنیدی اونا رو در نظر میگیری، فکر میکنی که عذاب همیشه همین باید باشه، در حالی که شما نگاه بکنید میبینید که عذابهایی هم که گفته شده که نازل شده برای هر کدوم از این اقوام یه جوری بلایی بوده، یکی طوفان بوده، یکی نمیدونم آذرخش بوده، صاعقه بوده به قول شما، برای یکی سیل بوده، هر کدوم یه جوری بودن، یه جور باز همون تعبیلا و بهانه‌جویی‌هاست.